سلام، با شما هستیم اینجا در بی بی سی فارسی. طبق روال روزهای گذشته امروز هم برنامه‌های خبری مون را زودتر آغاز می‌کنیم. در هفتمین روز از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران که بنابر گزارش‌ها جان بیش از 100 نفر را گرفته، اینترنت در ایران همچنان تقریبا به طور کامل قطع است و دستیابی به اخبار غیررسمی از آن دشوار. سپاه پاسداران گفته نارامی‌ها در بیش از 100 شهر مهار شد. اتحادیه اروپا ضمن ابراز همدردی با بازماندگان قربانیان و آسیب دیدگان نارامی‌ها گفته مشکلات اقتصادی و اجتماعی باید از طریق گفتگوی فراگیر حل شوند، نه با استفاده از خشونت. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از نیروهای امنیتی خواسته حداکثر خیشتنداری را در برخورد با معترضان از خود نشان دهند. از معترضان هم خواسته شده که اعتراضهایشان را به صورت مسالمت‌آمیز بیان کنند. اتحادیه اروپا با محکوم کردن هر گونه خشونت گفته حق آزادی بیان و تجمع باید تضمین شود و مردم باید بتوانند به جریان آزاد اطلاعات و شبکه اینترنت دسترسی داشته باشند. در همین حال دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران به خبرگزاری ایلنا گفته امروز مسئولان برای تصمیم گیری درباره اتصال مجدد اینترنت جلسه برگزار خواهند کرد. اینجا در استودیو فرین عاصمی همکارم با ماست. بیشتر بگو از تازه ترین خبرها. فرین ناجی، همونطور که اشاره کردی قبل از اینکه بیام به استودیو داشتم میدیدم که بیانیه اتحادیه اروپا از سخنگوی خانم موگرینی، این بیانیه رو داده. خود خانم موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیانیه رو نداده. بیانیه لحن تهدیدآمیز یا خیلی قوی نداشت، بیشتر صرفا چند تا توصیه کرده بود. توصیه کرده بود که حق آزادی بیان و اجتماعات باید به رسمی شناخته بشه. از حکومت ایران خواسته که دسترسی به اینترنت رو آزاد بکنن و حق این رو به مردم بدن. گفته بود که نباید از راه‌های خشونت‌آمیز علیه مردم استفاده بشه در چالش‌های اقتصادی و اجتماعی، ولی خب هیچ محکومیت خیلی شدیدی توش وجود نداشت. از طرف دیگه امروز در جلسه هیئت دولت آقای روحانی و وزرا شرکت کردن. تصاویری که از این جلسه اومده بیرون نشون دهنده اینه که خیلی لبخند به لب داشتن. آقای آذری جهرومی وزیر ارتباطات، خود آقای روحانی چهره‌های خوشحالی داشتن و در روزهای گذشته یه مقداری به لحنشون، صحبت‌هاشون به این صورت بود که داشتن اعلام می‌کردن که پیروز شدن. خب آقای روحانی دیروز گفت که مردم ایران از یک آزمون تاریخی دیگه سربلند بیرون اومدن. آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پریروز گفت که این اعتراضات مردمی نبود، دشمن رو عقب روندیم. یه حالت اعلام پیروزی دارن. خب تظاهراتی هم در حمایت از حکومت داره برگزار میشه در این چند روز. در زنجان دیدیم، در تبریز دیدیم، قراره که یه دونه دیگه در چند روز آینده برگزار بشه که هی اعلام میکنن رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی و یه حالت اعلام پیروزی برای خودش گفت شده که امروز مسئولان برای تصمیم گیری درباره اتصال مجدد اینترنتی جلسه برگزار میکنند، ولی جزئیاتی ندادن که این مسئولان چه کسانی هستند. نه، الان اینترنت 113 ساعته که به طور کامل در ایران قطع. یه مقداری دسترسی وجود داره ولی خب بیشتر مردم دسترسی ندارن. وبسایت نت بلاکس که وظیفه یک سازمان غیر خصوصی هست و نظارت بر اینترنت رو بر عهده داره، داره میگه که هر روز قطع اینترنت 60 میلیون دلار خسارت میزنه به ایران. قطع شدن اینترنت الان یه نارضایتی جدید شده در ایران. مردم همه ناراضی هستن، عصبانی هستن. خیلی از شنونده ها با ما تماس گرفتن، تلفنی، پیامگیر بی بی سی و گفتن که این باعث نارضایتی بیشترشون شده، زندگیشون مختل شده، خیلی ضرر اقتصادی خوردن، کسب و کارهای اینترنتی ضرر خوردن، مردم نمیتونن کارشون رو انجام بدن، مخصوصا دانشجویان. مثلا امروز محمود نیلی احمد آبادی رئیس دانشگاه تهران گفته که به خاطر اینکه دانشگاه‌های ایران خب مراوداتی دارن با دانشگاه‌های جهانی، الان این مراودات قطع شده، بهشون ضرر خورده. گفته که از وزیر علوم میخواد که مذاکره بکنه و میخواد که اینترنت رو وصل بکنه. آقای علی مطهری نماینده مجلس گفته ادامه قطع اینترنت ضرورتی نداره و اگه وزیر کشور بخواد ادامه بده به این مسئله، مجلس عکس العمل نشون میده. حسن نوروزی اما سخنگوی کمیسیون حقوقی گفته که الان بهترین وقته که برسیم به اینترنت ملی بپیوندیم. و
همچنین ظاهراً بازداشت‌های جدیدی انجام شده فریم. بازداشت‌ها بله، خبرهاش داره میاد. تازه‌ترین خبری که منتشر شده از طرف شورای صنفی دانشجویان کشوره که گفتن که روز 27 آبان یک آمبولانسی وارد دانشگاه تهران شده، 50 تا از دانشجوها رو سوار این آمبولانس کردن، نیروهای لباس شخصی توی این آمبولانس‌ها بودن، دانشجویان سوار آمبولانس کردن و بیرون بردن. مثلا می‌دونیم که سوها مرتضایی دانشجو ستاره داری که خب خیلی هم در هفته‌های اخیر اعتراض کرده بود به وضعیت ستاره دار بودنش، جزء دانشجویان بازداشتیه. یک دانشجوی دیگه دانشجوی دکترای دانشگاه بهزیستی و فعال چپ یاشار دارالشفا که خب قبلا هم در سال 88 بازداشت شده بود، در سال 96 با خیلی خشن رفتن به در خونهشون، در رو شکستن اونطوری که نزدیکانش گفتن، بازداشتش کردن، به مکان نامعلومی بردنش. و خب همونطوری که سخنگوی سپاه گفته اعتراضا در 100 شهر مهار شده، یعنی خودشون گفتن که در 100 شهر این اعتراضا وجود داشته. بعضی از این شهرها رو آقای شریف گفته که رمضان شریف گفته که در 24 ساعت ما جمعش کردیم، بعضی‌ها رو گفته در 72 ساعت جمعش کردیم، به شدت سرکوب کردن. بیشتر از 1000 نفر در آمار هست که بازداشت شدن، از تعداد واقعی بازداشت شده ها هیچ خبری وجود نداره. و خب به هر حال یک حالت سرکوب شدیدی وجود داره. حتی شروع کردن به پخش اعترافهای اجباری. خانومی هست که در تلویزیون نشونش دادن به اسم فاطمه داوند و اون رو لیدر یکی از اعتراض ها معرفی کردن، یه اعتراف اجباری ازش پخش کردن و گفتن که این خانم داره میگه که من به سلیمانیه عراق رفته بودم، اونجا عضو گروهک هایی بودم، اشاره نشده به اسم این گروهک ها و گفته که از خارج دستور میگرفتم و اومدم که این اعتراض ها رو رهبری بکنم. ممنونم از تو فرین، اینجا در استودیو با ما بمون، در ادامه برنامه به تو برمیگردیم. بیننده پوشش ویژه ما هستید از تلویزیون فارسی بی بی سی، اینجا از اتفاقات تحولات در ایران. عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از پاریس با ما هستن. آقای لاهیجی، اتحادیه اروپا واکنششون داده، این واکنش رو شما چطور میبینید؟ واکنش هرچند دیر بوده، ولی با توجه به اینکه دو روز پیش هم در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سخنگوی شورا این سرکوب رو محکوم کرد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست که به این سیاست ادامه ندهند، و بعضی از کشورهای اروپایی و در صدر اونها فرانسه و آلمان هم به این شیوه در حال پاسخ دادن به اعتراضهای به حق مردم اعتراض کردن، خب الان مشخصه که اتحادیه اروپا هم باید حداقل اون اقدامی که میتواند بکند و همین است. و اجازه بدید من اضافه کنم که اصولاً وضعیتی که الان در ایران هست در حقوق بهش میگن وضعیت فوق‌العاده، و در عرف حقوقی سیاسی ایران از بعد از مشروطیت بهش میگفتن حکومت نظامی. یعنی هر زمانی که دولت استبدادی بخواهد یک تصمیمی رو بگیره که میدونه اون تصمیم در جامعه ایجاد هیجان میکنه، ایجاد اعتراض میکنه، این تصمیم رو نیمه های شب میگیرن، اعلام میکنن و بعد هم تمام مجاری خبر رو میبندن. اگر در گذشته تنها روزنامه ها بودن، رادیو تلویزیون بود، الان با این شبکه های اجتماعی که وجود اومده میان انترنت رو قطع میکنن. چرا؟ برای اینکه بتونن در سکوت مطلق سرکوب کنند و تعداد زیادی از مردم رو بکشند، تعداد زیادی رو دستگیر کنند، و بعد هم سخنگوهای دولت، حالا از رهبر جمهوری اسلامی بگیرید تا رئیس جمهور، بیاند و فوراً موضوع رو منتسب کنند به خارج از ایران، به قدرت‌های خارجی. یعنی اینها دیگه ببینید یک رویه‌های مرسومی در ایران طی دهه‌های گذشته بوده که الان دیگه خریدار نداره و جامعه بین‌المللی نمی‌تواند در حال گوشی به فرمایشات دولت مردان جمهوری اسلامی بده. و در اطلاعیه‌ای هم که ما دیروز دادیم، یعنی فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر و دو جامعه دفاع از حقوق بشر و کانون مدافعان حقوق بشر، از جامعه بین‌المللی خواستیم که در حال در پی انجام یک تحقیقات غیر جانبدارانه و جامع باشند در ایران. ببینید این طبیعی نیست در هر دولتی، حتی در چین با توجه وقایعی که از ماها پیش در
هنگ کنگ میگذره به این صورت نیست که جمهوری اسلامی یا طی چند سال گذشته در سوریه عمل میکنن، یعنی مردم رو میکشند و بعد تمام مجاری اطلاعات رو هم میبندن. این طبیعی نیست که الان 6 روز از این وقایع گذشته هنوز جمهوری اسلامی نمیگوید که تعداد کشته شده ها چقدر بوده. آقای لاهیجی، با توجه به همین وضعیت غیر طبیعی و فوق العاده ای که گفتین و اینکه قطعی اینترنت به این شکل در ایران بی سابقه بوده، فکر نمی کنید که واکنش بین المللی به این موضوع برابری نداره با حجم اتفاقاتی که داره در ایران میفته و تقریبا دیر این واکنش داره میاد؟ مسلمه، ولی توجه داشته باشید که به خصوص طی یک سال اخیر وقایع نظیر ایران در دنیا کم صورت نمیگیره. در همون منطقه که در حال ایران قرار داده، بهش میگیم منطقه خاورمیانه، ملاحظه میکنید از ماها قبل در لبنان، حالا غیر از جنگ در سوریه و در یمن، در لبنان، در عراق و حالا هم در ایران، من مورد هنگ کنگ و چین رو گفتم، از در الجزایر از سال گذشته، یعنی میخوام، یعنی که من اینجا به قول فرانسوی ها وکیل شیطان بشم و بخوام بگم چرا جامعه بدون المللی دیر اقدام کرده و به اون صورتی که در حال باید و شاید اقدام نمیکنه، ولی میخوام بگم که متاسفانه وقایع انقدر پی در پی و در کشورهای مختلف هسته که شاید به اون صورت در حال متاسفانه وضعیت ایران جنبه فوریت نداشته باشه، ولی اون چیزی که مسلم است این هستش که نمیتواند جمهوری اسلامی به این سیاست خفقان و سکوت و قطع کردن تمام در حال رسانه های خبری، شبکه های اجتماعی ادامه بده و اینجاست که جامعه بین‌المللی باید فشار بیشتری بیاره، به ویژه اتحادیه اروپا که تنها مخاطبی است که ممکنه اعتراضاتش در جمهوری اسلامی یک مقدار تاثیر بگذاره. شما خودتون به یک سری از به فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر اشاره کردید، به یک سری از جامعه حقوق بشر ایرانی، چهره های ایرانی اشاره کردید که این فشارها رو وارد میکنن. فکر میکنید که نقش فعالان حقوق بشر ایرانی در بیرون از ایران در این زمینه چیه؟ در وهله اول خبر رسانی. ببینید الان من عرض کردم 6 روزی که از این وقایع میگذره، از این حالت وضعیت فوق العاده میگذره، هنوز تعداد کشته شده ها معلوم نیست. یعنی وقتی هم طی روزهای گذشته من چندی مصاحبه با رسانه های فرانسوی داشتم، ما گفتیم ده ها تن کشته شدن، یعنی نمیتونیم به ظرف قاطع بگوییم که 100 نفر کشته شدن یا 50 نفر کشته شدن، در شرایطی که جمهوری اسلامی حاضر نیست حداقل اطلاعات رو بده. دیدید بعضی استاندارها، فرماندارا گفتن بله در شهر ما، در منطقه ما هم تعداد تلفات بوده، ولی فعلا شمار اونها رو اعلام نمی کنیم. خب در یه همچین وضعیتی که اصلا طبیعی نیست، شاید در کمترین نقاط و کشورهای دنیا هم به این صورت بگیره، وظیفه اصلی خبررسانی است. وظیفه اصلی این هستش که چه مقامات دولت‌ها که در اون کشورها هستیم، چه رسانه‌های خبیر رو از وضعیت حادی که از طی 6 روز گذشته بر جامعه ایران حکومت میکرده با خبر کنیم در وهله اول، و از اونا بخوام که هر چه زودتر اقدام کنن، فشار بیارن که دولت جمهوری اسلامی دست از این سیاست سرکوب برداره و واقعا بگوید که طی هفته گذشته چه وقایعی در ایران اتفاق افتاده، نه اینکه فقط بخوام بزرگنمایی بکنن تعداد در حال اماکن سوخته شده، بانک ها، بدون اینکه ما بخوایم موضوع رو تایید بکنیم. ولی در گذشته ما میدونیم شیوه های جمهوری اسلامی رو ما بارها و بارها بارها شاهد بودیم، در نهضت دانشجویی، در تظاهرات بعد از انتخابات متقلبانه سال 88، در همین تظاهرات 2 سال پیش که بیشباهت به تظاهرات این بار هم نبود، در بیش از 100 شهر ایران با فرستادن لباس شخصی ها، با فرستادن بسیجی ها، در حال خودشون اولین آتش سوزی ها، اولین خرابکاری ها رو صورت میدهند که مسئولیت اون رو به دوش مردم بگذارند و سرکوب وسیع رو به اون صورت توجیه کنند و
دست به تیراندازی و کشتار وسیع بزنند که متاسفانه طی 6 روز گذشته هم زدند. آقای لاهیجی، فرمودید که الان شرایطی که در ایران داره تجربه میشه مشابه اون رو در دیگر کشورهای منطقه هم میبینیم، در سوریه، در لبنان و در کشورهای دیگه، و شاید به دلیل اینکه به هر حال اطلاعات، دسترسی به اطلاعات وجود نداره، به همین دلیل پوشش یا واکنش بین المللی کم بوده به این موضوع. ولی موضوع این هستش که ایران یک کشوری تقریبا میشه گفت از خیلی جهات متفاوت هست با این کشورها، و ایران همیشه در یک سری مناسباتی داره با جهان خارج. به هر حال حتی اگر که در مسئله حقوق بشری هم نیست، ولی در مسئله مثلا مسئله برجام در ماهای گذشته مسئله نفتکش ها بوده، مسئله تحریم ها بوده، نرخ ارز بوده، و همیشه ایران در سر خط خبرها هست. آیا شما فکر میکنید که الان به نوعی جامعه بین المللی داره از اون بار مسئولیت خودش هم در آنچه که در ایران داره اتفاق میفته تا حدی شانه خالی میکنه؟ به هر حال میدونیم که تا حدی فشارهایی که بر ایران وارد شد بی تأثیر نبود در به وجود اومدن این شرایط. من به هیچ وجه نمیخوام اینکه جامعه بین المللی به خصوص کشورهایی که در حال دم از دموکراسی و رعایت حقوق بشر میزنن و در صدر اونها اتحادیه اروپا، در اینکه اونها تا روزهای گذشته یا سکوت کردن یا به اون حدی که باید و شاید اعتراض نکردن، هیچ تردید درش نیست. ولی من میخوام بگم که شاید یکی از عللش هم این باشه که انقدر وضعیت‌های مشابه هست که خب با توجه به که متاسفانه سانسور شدیدی هم طی این روزها بوده، شاید به اون صورت در وهله اول از وقایع ایران مطلع نشدن و دیر در حال اقدام کردن. به عنوان نمونه عرض میکنم، من در فرانسه و در پاریسی که من زندگی میکنم، دیشب در تلویزیون دولتی فرانسه، بزرگترین در حال شبکه دولتی، اولین خبر راجع به ایران بود. دیشب تازه، یعنی روز پنجم یا ششم این وقایع. چرا؟ برای اینکه خبرها قطر قطر رسیده و شاید وقتی دیدن ابعاد کشتار، ابعاد سرکوب در این حد نیست که فقط از چند مورد در حال 10 تا یا 5 تا یا 20 تا قربانی یا دستگیر شده نیست، به این صورتی که میرون اون رو به عنوان خبر اول یه جلوه بیشتری بهش میدن. ولی همجا اضافه میکنم تمام تلاش ها و کوشش هایی هم که مدافعان حقوق بشر، سازمان های حقوق بشر، چه بین المللی چه ایرانی میکنن، برای این است که در وهله اول خبر رسانی بکنن و در مرحله دوم استیضاح از دولت هایی که ما درشون در اون کشورها هستیم، استیضاح از جامعه بین المللی و در صدر اون اتحادیه اروپا که به درستی گفتید هنوز در حال طرف قرارداد اهدنامه معروف به برجام هست و لابد یک گفتگوهایی هم با مقامات جمهوری اسلامی دارن. ما از اونها خواستیم، در همین اطلاعیه دیروز هم باز خواستیم که این فشارها رو بیشتر کنن و دولت ایران رو ناگزیر بکنن که با گزارشگرهای سازمان ملل برای انجام یک تحقیقات همه جانبه، به این صورتی که در سایر نقاط دنیا هم بوده. در یمن میدونید که اخیراً یک کمیسیون تحقیق با همه کارشکنی ها رفت و گزارشی هم داد. ما انجام یک همچین کمیسیون هایی را در باره وقایع اخیر ایران خواستیم و طی روزهای آینده هم کوشش ها و تلاش ها اون رو ادامه خواهیم داد. همطور که همکارم فرین هم در پیشتر در برنامه اشاره کرد، الان از دستگیری های بیشتر خبر میرسه و همینطور پخش اعترافات. در مورد این پخش اعترافات چی فکر میکنید؟ این هم باز یک سیاست قدیمی و کهنه. ببینید 14 است که از جمهوری اسلامی میگذره، از همون دومین سال ما شاهد این اعترافات بودیم و خود اونها میدونن که هیچ گونه ارزشی نه فقط از نظر حقوقی سیاسی نداره، هیچ حیثیت از دست رفته ای رو برای جمهوری اسلامی اعاده نمی کنه، ولی فکر میکنن با این صورت بتونن تا حدودی در یعنی نزد افکار عمومی جامعه ایران یک توجیهی بکنن برای این سرکوب ها. ولی خب مشخصه که ما مثلا دیروز دیدید که 6 تن از فعالان محیط زیست رو بعد از نزدیک به 2 سال زندان، بعد از اینکه اونها رو متهم به جاسوسی کردن که منجر به حالا یا خودکشی یا قتل یکی از اونها در کاووس سید امامی در زندان اوین شد، دیروز دیدید که در همین شرایط حکومت نظامی کنونی اومدند و
6 تن اونها رو محکوم کردن به حبس های دراز مدت از 6 تا 10 سال زندان. و دیدید در گذشته چقدر راجع به اینها اومدن از این نوع اعترافات پخش کردن در جریان محاکمه غیر علنیشون. یکی از اونها که یک خانومی بود گفت که او رو شکنجه کردند. خب در مقابل یک همچین به استرا اعترافات تلویزیونی، خب به غیر از این که ما بگیم جمهوری اسلامی چیز جدیدی نداره که بخواد عرضه بکنه برای توجیه این سیاست سرکوب. بنابراین یا رهبر جمهوری اسلامی در نخستین صحبت خودش از در حال اخلالگری ها و پشتیبانی ها یا اصلا سازمان دادن این جریانات توسط گروه های سیاسی خارج از کشور دم میزنه، یا قدرت های خارجی، یا اینکه الان بیان در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی در شرایطی که سانسور کامل هست، در شرایطی که تمام شبکه های اجتماعی انترنت قطع هست، یک جانبه برای خودشون یک توجیه وجود بیارن و به قول خودشون این اعترافات جدید رو پخش کنن، برای اینکه فکر میکنن به این صورت بتونن افکار عمومی جامعه ایران رو تا حدودی تسلیم بدن. ولی با توجه به تعداد کشته شده ها، تعداد کسانی که الان هزاران تن، تنها وسیله که ما میتونیم با ایران ارتباط برقرار کنیم، فکر میکنم در مورد شما هم این موضوع صادقه، از طریق تلفن، و اونها هم با مشکلات بسیار بالاخره قطره قطره اطلاعات رو به ما میدن. و ما میدونیم که الان در بیش از 100 شهر ایران بیش از 3 تا 4 هزار نفر در دستگیر شدن، بدون اینکه خانواده های اونها از وضعیت دستگیر شدگان کوچکترین اطلاعی داشته باشند. متشکرم از شما عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر از پاریس با ما اینجا در تلویزیون فارسی بی بی سی. بیننده پوشش ویژه ما هستید که طبق معمول روزهای اخیر برنامه همون رو زودتر شروع کردیم در مورد اعتراضات مربوط به بالا رفتن قیمت بنزین داریم صحبت میکنیم و ادامه وضعیت. فرنه تقی‌زاده اینجا همکارم در استودیو با ماست، بیشتر بهمون بگو الان وضع اینترنت چطوره فرنه؟ بر اساس گزارش که خبرگزاری ایسنا چند دقیقه پیش منتشر کرده، اینترنت در هرمزگان برقرار شده و کاربران گویا تونستن به واتساپ و اینستاگرام وصل بشن. ما تعدادی از مخاطبانمونم روی تلگرام به همون مسیج دادن و گفتن که تونستن به اینترنت وصل بشن، ولی با سرعت بسیار اندکه. برای همین اگر بیننده‌ای داره ما رو الان می‌بینه و تونسته بدون فیلتر شکن، بدون پروکسی به اینترنت وصل بشه، به ما پیام بده لطفاً و بگه وضعیت چطور هستش، از شرایط اتصال به اینترنت به ما بگه. اگر با پروکسی همچنان تونستن یه راهی پیدا کنن وصل بشن، همچنان میتونن مشاهداتشون رو برای ما به تلگرام بی بی سی فارسی که هست، آدرسش @bbc شما ارسال کنن. ما اونجا لحظه به لحظه داریم مانیتور میکنیم تا پیام های بیننده ها چیزی از زیر چشممون در نره و به نوعی همه رو ببینیم. چیزی که در توییتر هم بسیار بحث برانگیز هست از همون روز اول وضعیت اینترنت بوده که چه کسانی میتونستن ازش استفاده کنن و چه کسانی نمیتونستن استفاده کنن. میشه کسانی که میتونستن خب خبرنگاران بودن یا فعالان سایبری در ایران که اجازه داشتن از این اینترنتی که قبلا بهشون به صورت رایگان داده شده بود، اونها هم همچنان الان در 2-3 روز گذشته بدون فیلتر و بدون هیچ مشکل استفاده کنن. نگاهی که از طرف این دو قش منعکس میشد در 3-4 روز گذشته خب متفاوت بود. خبرنگاری ایرانی بودن که بسیاری حتی مورد انتقاد قرار میگرفتن که از وضعیت داخل ایران گزارش نمیدین و اونها میگفتن که ما تحت فشار هستیم، نمیتونیم روایت های خودمون رو بنویسیم، ولی انتقاد میکردن کم و بیش که آقا شرایطی که وجود داره شرایط مناسبی نیستش، یا اینکه اگر که حکومتی ها به افرادی که دارن اعتراض میکنن میگن اغتشاشگر، بسیاری از خبرنگاران هم میگفتن نه، اینها درد معیشت دارن، درد مشکلات روزمره زندگی رو دارن که دارن اعتراض میکنن، پس اینا رو داخل اغتشاشگران نذارین. اینکه تخریب ها رو چه کسانی انجام دادن باز بحث دیگه هستش که توی اینترنت مشخصا در توییتر وجود داره، همچنان هم وجود داره، چه کاربران حکومتی، چه حتی مثلا سفیر ایران رو ببینیم وقتی که توییت میکنه در روزهای گذشته با چه نگاهی، با چه زاویه‌ای توییت میکنه، اونهایی که این تخریب ها رو انجام دادن رو اغتشاشگر مینامه. و مشخصا امروز هم مثلا توییت کرد آقای بعید نژاد سفیر ایران در لندن که از یک حجم عظیمی از تلاش برای تخریب در ایران داره یاد میکنه، مشخصا میگه که
انفجار در پالایشگاه اصلویه رو میخواستن انجام بدن و سیستم اسمسی کشور رو میخواستن تخریب کنن که جلوش گرفته شده. این حجم و به نوعی بزرگی قضیه رو دفعه اول هستش که حداقل از طرف مقامات ایرانی داره عنوان میشه، اونم سفیر ایران در لندن این رو توییت کرده. از طرف دیگه اونهایی هستن که مخالف این قضیه هستن، ویدیوها و تصاویر رو به اشتراک میذارن که نیروی انتظامی یا نیروهای امنیتی دارن با اونهایی که معترض هستن در اون خیابان به صورت مستقیم برخورد میکنن و شلیک مستقیم میکنن. این ویدیوها در روبروی هم دیگه قرار گرفته الان روی در اینترنت. وقتی که یک طرفی از این معترضان رو اغتشاشگر مینامه، زیر توییتش بسیاری از این ویدیوها رو یه سری از کاربران میرن به اشتراک میذارن و میگن که خب پس شما چی میگین، اینها چه کسانی هستن که با اونهایی که معترض بودن برخورد کردن. این یک دوگانگی وجود داره از نگاه کاربران با توجه به نزدیکیشون، اینکه طرفدار حکومت هستن یا اینکه جور دیگه نگاه میکنن. در مورد اینترنت نبودش چه تأثیری بر روی زندگی مردم گذاشته، حرف بسیار زیاد هستش، چه اونهایی که خارج از ایران هستن تمام به نوع ارتباطشون با داخل ایران قطع شده، چه اونهایی که داخل ایران بودن از لحاظ کاری، اونهایی که استارتاپ داشتن بسیار مشکل براشون ایجاد شده. از همون روز دوم وزیر ارتباطات ایران اعلام کرد که این استارتاپ ها بیشترین ضربه را خوردن، که یک انتقادهای عظیمی هم به خود آقای جهرمی وجود داره که آقای جهرمی به نوعی باعث و بانی این فیلترینگ عظیم و قطع شدن اینترنت هستش. حتی کمپین های به وجود اومد در روزهای گذشته که اسامی اونهایی که در وزارت ارتباطات هستن رو مورد تحریم قرار بدن و بخوان از کشورهای دیگه که اونها رو هم تحت تحریم قرار بدن. این نگاه ها هم وجود داره. و مسئله دانشجوان هستش که در ایران نبود اینترنت روی زندگیشون تاثیر گذاشته. مشخصا مثلا من دیدم از دیروز تقریبا مسئولین ایران دارن در مورد این تاثیر صحبت میکنن. رئیس دانشگاه تهران امروز اومده گفته که قطع شدن اینترنت مشکلاتی برای دانشگاه ایجاد کرده و گفته در این زمینه با وزارت علوم مذاکره کردیم، به زودی مشکل در کشور رفع میشه. دیشب من دیدم وزیر بهداشت هم صحبت کرده و گفته که ما رفتیم درخواست کردیم و گفتیم که مشکلات دانشجویان به خاطر نبود اینترنت وسیع هستش و یه راهی رو برای اونها حداقل در نظر بگیریم. از این ور بیرون از ایران بسیاری از دانشجویانی که در دانشگاه های خارجی درس میخوندن رفتن از دانشگاه های خودشون درخواست کردن که یک وقت اضافه تری رو به دانشجوهای ایرانی بدن به خاطر اینکه فرم های ثبت نامشون یا درخواست ثبت نامشون رو ارسال کنن. مشخصا چیزی که من در روزهای گذشته دیدم، دانشگاه مگیل در کانادا هستش اگه اشتباه نکنم، که یکی از دانشجوان خواسته بود اینو از دانشگاه خودش و تونسته بود این وقت اضافه رو برای دانشجوهای ایرانی که به این دانشگاه میخوان اپلیکیشن هاشون یا فرم های ثبت نامشون رو بفرستن بگیره. برای همین این به نوعی هماهنگ شدن خارج از ایران با داخل از ایران برای اینکه به یک قشر حداقل دانشجوها کمک کنن بسیار دیده میشه در شبکه‌های اجتماعی توییتر. متشکرم از فرهنگ تقی‌زاده. در ادامه برنامه امروز باز با تو خواهیم بود فرهنگ. تصاویری داریم که از کردستان به دست ما رسیده از صحنه درگیری هایی که در کردستان در روزهای گذشته وجود داشته. اجازه بدید ببینیم این تصاویر رو. نمیتونیم تایید کنیم که دقیقا مربوط به چه روزی هست این تصاویر، ولی از کردستان برای ما فرستاده شده. تصاویر از کردستان بود. البته معذرت میخوام، باید هشدار میدادیم که بعضی از این تصاویر ناراحت کننده هستند. فرین آسمی همکارم اینجا در استودیو همچنان، فرین البته برگشته به استودیو با ما. الان یه خبری که میرسه، میدونید که چندین دانشجو دستگیر شده بودن، الان نظر میاد که عده‌ای از اونها آزاد شدن.
درسته. ایلنا به نقل از رئیس دانشگاه تهران خبر داده که تعدادی از دانشجویان بازداشتی آزاد شدن. گفته من تعدادشون رو نمیدونم، هیچ اطلاعی هم ندارم از اینکه کیا هستن که آزاد شدن، ولی گفته که در حال پیگیری هست که ببینه که وضعیت بقیه چطوره و اونها رو آزاد بکنن. یاشار دارالشفا فعال چپ و دانشجوی دکترای بهزیستی، یکی از دانشجویانی که امروز صبح بازداشت شده، به طور خشونت‌آمیز وارد خونه‌شون شدن، در رو شکستن و اون رو بازداشت کردن و به مکان نامعلومی بردن. 27 آبان 50 تا دانشجو رو در دانشگاه تهران با آمبولانس نیروهای شخصی وارد دانشگاه شدن و اونها رو دستگیر کردن و با خودشون بردن. از سرنوشت اونها هم اطلاعی در دست نیست، ولی وزیر علوم گفته که پیگیری میکنه.